ابعاد و حجم جنایت های رژیم بعث به رهبری صدام دیکتاتور سابق عراق در 25 سال حکومتش به قدری گسترده است که پس از گذشت 19 سال از سرنگونی حزب بعث همچنان جزیات تازه از این جنایات کشف یا فاش می شود. عبدالرزاق نجی شمری مدیر اداره بنیاد شهید استان بابل عراق در گفتگوی تلویزیونی جزیاتی تازه کشف شده از گورهای دست جمعی رژیم بس و جنایت هولناک صدام را بیان کرد. شمری از کشف بقایای اجساد شهدایی در داخل لوله های فازلاب و خودروهای زیرزمینی و چند گور دست جمعی در شهرهای جرف و سخر و الخزر در استان بابل خبر داد. وی افزود، همچنین یک گور دست جمعی در نزدیکی آرامگاه الامام البکر در داخل یک گودال بسیار بزرگ پیدا کرده ایم که بر روی آن زباله های پزشکی ریخته بودند تا از کشف آن جلوگیری شود مدیر بنیاد شهید استان بابل عراق با اشاره به اینکه برخی از شهدای بیگناه در نظام جنایتکار بس درون چرخ گوشت های مخصوص اعدام انداخته می شدن، گفت بیش از 1500 خانواده از شهدای انتفاز شعبانی عراق هنوز قرامتی دریافت نکردند گفتنی است دو روز قبل نیز یک گور دست جمعی مربوط به دوران انتفاضه شعبانیه در شهر نجف اشرف کشف شد